من اول اومده بیدم. سلام بکا. سلام من بزرگ ببند درواز دولابه بیا. خوب هستین تورل جان؟ منم از زیاد چاکریم. کجا؟ با این عجله؟ میرم بابا، میرم فیلم ببینم. دو ساعت دیگه با تینا خانم جلو سینما قرار دارم. بعد از فیلمم که چیز داریم، جلسه نقد و بررسی فیلم، من اونجا سخنرانی دارم. فیلم مونوتاگاری کنجو مزگوشی. خب بعد دو ساعت دیگه قرار داری، الان چرا میری؟ شما نیم ساعت هم زودتر را بیافتی میرسی که اما با زودتر برسم بهتره، حتی اینکه استرس داشته باشم. بعدم این هوای فوق العاده دو نفره یا جون میده بعد از فیلم دو نفری را بریم نقد فیلم بکنیم بابا. بله کار نداری من برم که دیر میشم. بله خیلی ممنونم. بله موفق باشین. خوش بگذره. مخلصی بابا. ممنونم. من کوه بره فرهاد چی میگم داوود؟ آه این طغرل ناجور عوض شده ها. آه فرهاد من اصلا دلم برای آقا طغرلی که هر روز از در برسیدیم با بیل میافتاد به جنمون تنگ شده بید. من اون سکانسری که طغرل من وزد من خیلی بیشتر دوست داشته بیدم. حالا بریم سر فرصت راجبش حرف بزنیم. آقا فرهاد وگوام میخوای دو دقیقه وایس با هم بیل بیارم بیافتم به هوارت. اون آقا قشنگ ها بابا اصلا این امکان نداره. آخه چطور طغرل میخواد با این دختر ازدواج کنه؟ بابا 30 سال ازش بزرگتره. 29 سال مهتاب خانوم. یاسمن جو حالا چه فرقی میکنه؟ من یه چیزو میدونم، فکر میکنم کار خیلی زشتی باشه چون آقا طغرل جای پدر تینا خانوم میمونه. مگه نه سپر؟ آه؟ میگم مگه نه سپر؟ من نگاه با سرباز از تو بز دادم، با سرباز محسوس تو بز دادم. داوود هم چی میزنم؟ دوباره شادی حواس ما رو میزنم داوودت میکنم. جر نزن با سرباز از تو بز دادم. بابا بس کنین. ای شما اصلا متوجه این که ما توش چه شرایطی قرار داریم؟ مهتاب خانم ببخشید جسارت اجازه بدیم بازیش رو بکنیم. آقا داوود ما از وقتی این شطرنج رو یاد گرفتن اینقدر سرزوق اومدن نگاهشون کنیم. خیلی من نمیدونستم اینقدر شطرنج بازی جذابی بید، وگرنه زودتر از این حرفا میمدم شطرنج یاد نگرفتم. اصلا من احتمال بدم این ریشه تاریخی در برره داشته میشه. آره همونه. خیلی خوب بازی تو بکن بگی فیلو. سرباز با سرباز با سرباز چیه؟ خب سرباز زد سرباز چیه؟ تو بزدن سرباز تو بزدن کم نیاره. این شطرنج رو بردارین از این خونه ببرین بیرون ها. من اعصاب ندارم فرهادا. من بالاخره میدونم که این ازدواج نامتجانس کار دستمون میده. حالا میبینین بابا جان تو چرا اینقدر نگران این ازدواج نامتجانسی؟ با کی دخترشو میده به یه کسی که 30 سال ازش بزرگتره؟ فرهاد 29 سال. بابا بله فرهاد این کلمه رو تو هی اشتباه میگی. نامتجانس باز بحث کرد ما اون روز ازش بحث کردیم. نامتجانس مانتجانس با به من نگو آرشیتا تو اینقدر چیز میگی همه اشتباه میکنه. خیلی خوب مانتجانس تو دیگه برای بحث نشد. خیلی خوب من آقا جون خیلی ازدواجا رو دیدم که با تفاوت سنی زیاد دوچار مشکل شدن دیگه. اون وقت نه اینقدر که 30 سال. مهتاب خانم 29 سال. یاسمن جان بله خواهش میکنم بی خیال شو بذار حرفشون رو بزنن. خب من اصلا نمیدونم این طغرل چطور میخواد این دختره رو بگیره. بابا اختلاف سنیشون که زیاد هست، دختره که اخلاق درست حسابی نداره، تفاوت فرهنگیشون هم که زیاده، اختلاف سنیشون هم زیاده. مهتاب خانم خیلی ببخشید دو مرتبه گفتی، یه رفعه اول گفتی یه رفعه هم حالا. یاسمن ببخشید به خاطر اینکه چون مهم بود دو بار گفت. از اونجایی که تو فوق‌العاده مستعد یادم با استعدادی هستی دو بار گفت زودتر یاد بگیری. اشکال نداره بابا چی کار داشته بیدید حالا شما کارتونه بکنه. شاید حالا طغرل جنمشو داشته بیده. آقا میخوام 100 سال سیاه جنم نداشته باشه. بابا جان کی به طغرل زن میده؟ اون که 2000 پول نداره. آخه مردم که دخترشون از سر راه نیاوردن.
تینا خانوم به این طغرل جواب رد خواهد داد. شما زندگیتونو بکنی. احای زندگیمون شده 30 سال اختلاف و طغرل و نمتنان جنس. اینجوری بزنی. میزنم مغزتا. از نزدیک وزد به چشمه. Ladies first. من واقعا معذرت میخوام اگر توی جلسه نقد و بررسی مجبور شدم که پوز چند تا از این خبرنگارا و جوجه منتقدا رو بزنم. خوب شد بلشم همراهم آورده بودم. خواهش میکنم، به نظر من که خیلی هم خوب کاری کردین. میدونین بعضی از این منتقدا رو واقعا اینطوری باید ادبشون کرد، اما در عوض واقعا سخنرانی عالی و زیبایی داشتین. من که خیلی لذت بردم. شما لطف دارین. راستش بخوای من از وجود شما انرژی گرفتم. متشکرم. خب برای چی اومدیم اینجا؟ مثلا که قرار بود یه چیزی به من بگید. بله من میخواستم با شما در رابطه با یک مسئله صحبت کنم، ولی اینجا که نمیشه. بریم کافی شاپ بشینیم حالا. پس برای چی اومدیم اینجا؟ بریم کافی شاپ دیگه. نه کافی شاپ همینجا تو حیات هست. مال سفر جانا. کافی شاپ تو خونه هست. بله دیگه اینجا. Let's go. خونه قشنگی دارین ها. خواهش میکنم. چطوری علی خنده؟ قربانت مرسی. قربون تو برم. آقا طغرل چند وقتی تشریف نیاوردین اینجا؟ خب از آخر تابستون به این طرف اینجا تعطیل بده. اه من میگم چقدر خلوت بود هیچکی نیومد اصلا اینجا. نشو تا ببند. نشو تا ببند. خب چی میل دارین خانم تینا خانم؟ من قهوه. قهوه من کافه گلاس کا. ولی فکر کنم برای این فصل مناسب نیستا. خب قهوه من قهوه. دو تا قهوه علی. دو تا قهوه. قهوه ترک باشه دیگه. فرق نمیکنه. قهوه ترک باشه. ما داشتیم راجع به چی حرف میزدیم؟ از بیرون داشتیم میامدیم ما. فکر کنم که قرار بود بیایم اینجا که راجب داشتیم راجب نقد فیلم صحبت میکردیم که نقد فیلم بر خود فیلم مقدمه، مهمتره. بله بله اول نقد فیلم گفته شده بعد فیلم ساخته شده. بفهم. دست در نکنه علی جان. فکر کنم اومدیم اینجا که راجب یه مسئله مهمی صحبت کنیم. نه دقیقا. خوب نقد فیلم هم مسئله خیلی مهمی است. ولی فکر نمی کنم که شما میخواستین راجع به نقد فیلم صحبت کنین، درسته؟ خب بله من اومده بودم که گفتم شما تشریف بیارید اینجا که راجع به تینا خانم با من ازدواج میکنی؟ بله. چی داری میگی تو فراد؟ آقا رو دو دون که این خونه به اسم طغرله. بله بله. یعنی چی دو دون که این خونه به اسم طغرله؟ یعنی اینکه بابا بزرگ من پدر طغرلو خیلی دوست داشت، دو دون که این خونه رو به اسم اون کرد. زود باش بی خود کرد. این که دلیل نبشه. اصلا بی خود کرده. اصلا چه اعتباری به طغرل هست؟ حواست بشه راجبه بابا بزرگ من داری حرف میزنی ها. خب من که منظوری نداشتم، میگم یعنی وقتی که دودانگی خونه رو به اسم طغرل کردن اشتباه کردن. اون دیگه به خود اون آقا مربوطه، به شما مربوط نمیشه. چشم. اصلا به ما چه مربوطه؟ بازی تو بکن. زود باش ودین. به نظر من نگرانی شما خیلی بیمارده، به خاطر اینکه اصلا امکان نداره که تینا خانوم به خواستگاری طغرل که تازه 30 سالم ازش بزرگتر جواب بله بده. شادی خانم ببخشید جسارت مثلا قصد دخالت ندارم، ولی 29 سال خیلی با دعا به نیزنه من دیوانه بکن.
واسمینم واسمینم من این فیلو زده بودم چرا اینجاست دوباره؟ داری به من تهمت بزنی؟ داری به من تهمت بزنی؟ آقا فرهاد این داره به من تهمت بزنه. این به من تهمت. یه دقیقه ساکت ببینیم چیکار باید بکنیم. بابا این دختر اگه پسورد پاشه بیاد اینجا دودانگ این خونه رو ما باختیم. دودانگ این خونه پریده. دودانگ این خونه فدای سر من. بابا مهم اینه که این دختره پاشه بیاد زن طغرل بشه، نمیتونه روح حساس طغرل رو درک کنه که بعد فرد پس فردا بذاره بره این طفلک معصوم خورد میشه. تازه اون وقت میاد مدعی میشه. اگه زبونم لال طغرل یه بلایی سرش بیا، این دودانگه این خونه میرسه صاف قلوب به دختره. فقط به فکر این دودانگ خونه هست، برای تو خجالت نمی کشی؟ تو نمی فهمی که دودانگ این خونه قیمتش چنده؟ تو نمی فهمی؟ تو چی گفتی؟ چی گفتی؟ من نمی فهمم. من نمیشه، من اصلا فکر نمی کنم تینا خانم قبول کنه با 30 سال اختلاف سن زن طغرل بشه که. شادی خانم نه سال یا چی میگه اینجا بس خانیش در زنه میگه تو متقلب من بس میگه بس خانیش خوب کاری میکنم هیچی طغرل جان همه چی روبراهه. شما چه خبر؟ با تینا خانم صحبت کردم قبول کرد. من از شما یک خواهشی دارم. عرضم به حضور شما که من میخوام از تینا خانم خواستگاری کنم. بابا مهتاب جان بعد تینا خانم از من خواسته که مراسم خواستگاری را خودم برگزار کنم. نکنه ما باید بیم خواستگاری؟ نه خیر، پدر تینا خانم تشریف میارن اینجا، خونهشون رنگکاری داره، امکانش نیستم. البته لوکیشن گیر نیاوردیم و مراسم خواستگاری اینجا برگزار میشود، برای اینکه من که کسی را ندارم غیر از سفیر جان و مهتاب جان و بابا. طغرل جان خب البته ازدواج مقوله بسیار مهمیه و خانواده هسته اصلی جامعه رو تشکیل میدهد و این چیزا این صحبت ها، منتها من میگم تو که فرصت داری حالا که عزیز من، پس عجله نکن، سر فرصت راجع به این موضوع فکر کن. بعد به بعد. نه بابا جان من فکرامه کردم، فردا بعد از ظهر بابای تینا با خودش تشریف میارن اینجا، البته اگه اشکال نداشته باشه. خب اشکال که من با تو نمیدم که بابا. مهتاب جان بابا اشکالی نداره. نه چه اشکالی، عروسیه. لا من آخر جناب رئیس سر این جوکای شما بالاخره میتر کم میبینم. من جوک نگفتم که شماها بخندین. بابا پدر من همینجوری فوت کرد. تسلیت بگم من. من تسلیت عرض میکنم. هرچی خواهد که آمه بوده بابای عمر ما باشه. شالا خدا رحمتشون کنه. زنده باشید شما سایه شما. آقای سعید خان نبشه. آقای سعید خان یک توبیخی من برای شما مینویسم که ادب بشی بدونی که آدم به زیر ماشین رفتن پدر مردم نمیخنده. آیلیس ببخشید. بدهش. سعید جان خنده داره؟ غم آخرتون باشه واقعا. شرمنده. پدرشون چه؟ ها! سعید جان شما حالا پاچخاری بلد نبیدی؟ پاچخاری نبکن. پاچخاری انعطاف بخت. آره آره میبینم تو منعطفی. بله. بله. بله سعید جان ایشون درست میگه دیگه. سلام آقا طغرل، حال شما چطوره؟ خوش آمدی. قربون تو برم. من بفرمایید از این طرفا؟ بله رئیس، من اومدم راجع به اون خونه هایی که شما پیش فروش میخواستین بکنین راجع به اونا سوالاتی کرده باشم.
این فرهاد راجبشون یه چیزایی میگو. به به خیلی خوش آمدید، صفا آوردید. سعید جان بشین. بله بله. بفرمایید. خیلی خوش آمدید، صفا آوردید. داوود جان چای نمیخواد. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. جانم بفرمایید شما پولتون تو چه مایه؟ چقدر پول دارید الان؟ پول هر چی بخوای اوبر. دو دان خانه دارم میفروشم اونا. خراب بشدی. تو میخوای دودنگ تو بفروشی؟ به تو چرا رفته داره دومات سرخونه شمپت. خب شما مشکلی نداره آقای نقشه ها رو توغرل درست میگم؟ بله 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 بله. به آقای مهندس فرهاد میگم که نقشه ها رو براتون بکشه و در اولین فرصت در اختیار شما بذاره. مشکلی نیست، شما راحت باشید، من به فکرتون هستم. این هم نقشه ها مثلا من با بابای تینا خانم شریک بشم، مرد بسازم برای هوا. به 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 به، حرف نداره، من به فکرتون هستم. بله میدم مهندس فرهاد براتون تمام نقشه ها رو بکشه، شما خیالت راحت بشه. بفرمایید بفرمایید شما. بله بله با شما تماس میگیرم بچه ها. بفرمایید به سلامت. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. بفرمایید قربان شما، لطف کردید. بیایید از این طرف ها. پیرمرد جلف. آقا جان چی شده که این آقا طغرل به فکر خرید خونه افتاده؟ هیچی، معذرت میخوام، عشق پیری افتاده تو سرش، خجالتم از اون ماهی سفیدش نمیکشه. عاشق شده. پیرمرد قرار سال دیگه بمیره، زنگوله پا تابوت در من هم وساکده. من نمیفهمم، من نمیفهمم، من نمیفهمم شماها تو این اداره مسئلتون چیه؟ من این اداره رو باید جوری باید اداره بکنیم که اینجا بیان ارباب رجوع بیان. نمیشه، شماها باید یاد بگیرین این موضوع رو. این برای اینکه بدونین ارباب رجوع میاد اینجا، شما باید تحویلش بگیرین. اینجوری هی پشت سر اینا حرف میگن. کاملا صحیح آقای ریز. خدا خفت کنه طغرل. رای به زمین گرم بیتی. بده من رنگاش که اسپورتکی شده، خودش هم خیلی خوب. سلام. سلام بابا جان، مهتاب جان چطوری بابا؟ طغرل این ماشین چیه؟ این ماشین ماشینه دیگه، ماشین چیه نداره؟ خب میدونم که چیه، یعنی میخوام بپرسم ببینم مال کیه اینجا تو حیات ماست؟ این ماشین رو من خریدم مهتاب جان، برای تینا خانم خریدم. برای کی؟ برای تینا خانم خریدم. مهتاب شادیا نهیدی؟ نه بابا. این ماشینه چیه؟ آقا طغرل خریدم واسه تینا خانم. پولش از کجا آوردی؟ پول بابا هرچه از جوانی پس انداز کرده بودم برداشتم. یک قطعه زمین داشتم در زابل، اونم فروختم. یک مقدار کم دیگه کم آمد که کلیم فروختم بابا. کلیتو فروختی؟ دختر بابا در راه عشق اینا هیچ نیست. کلیا که سهله، آدم کبدشم میده، قلبشم میده برای عشق. آخه تو این دختره رو میشناسی؟ میدونی چه جور آدمیه که برداشتی کلیت و فروختی واسه این دختر ماشین خریدی؟ تو خودت هدر عقل و شعور داشتی که زن اون کتا کلا نمیشدی که دختری پر روی بی عدم پل پلاسی. رو دادم شما را دیگه. دیدی این چه جوری سر من داد زد؟ تو این همه سال این اولین باری بود که سر من داد زد. درسته که طغرل کار بدی کرد، این ماشین خریده برای اون خانم، ولی کیف کردم سر مهتاب داد زد. یا سپنگولا
خیلی خوش گذشت تینا خانم. کاش میومدی میرفتم با هم یک فیلم دیگه هم میدیدم. خیلی ممنون، خیلی دیرم شده، بابام بیشتر از یه فیلم اجازه نداده. بعد از ازدواج روزی 5 فیلم میریم میبینیم. آره خوبه. تینا خانم شما چرا یه کمی ناراحت هستی؟ چیزی نیست. نکنه برای اینکه کارگردان فیلم توجیه کردم ناراحتی؟ خب منتقدم صبرش یک حدی داره دیگه. تقدیر خودش بود، باید توجیه میشد. نه طغرل، ناراحتی من از اون نیست. من از اصلا اون بلیت فروشه ناراحت شدم. خب میگفتی به من؟ میرفتم توجیهش میکردم. حالا چی گفته؟ هیچی، گفت باباتون اون طرف منتظرتونه، فکر کرده تو بابامی. خب ناراحتی نداره بابا جان. چرا ناراحتی نداره؟ من دوست ندارم همه در مورد همسر آیندم اینجوری فکر بکنن. این فکر مهم نیست، مهم اینجایه که ما قلب ما به هم نزدیک ها، دل ما برای هم ور میتلیزگه. بله حرف شما درست، گفتم که ولی دوست ندارم کسی در مورد شوهر من اینجوری فکر بکنه. حالا من با چی کار بکنم تینا خانم؟ بهت میگم چی کار باید بکنی. خب فعلا دیرم شده، خداحافظ. خدا نگهدار. سلام برسون بابا بارا. خب من بیدم. بله. خب شما فیلتو بایتی بایتی. افکت نده. زدی؟ داشته باشی نام. الان میزنم نابودت میکنم. ای مبارک میده پسرم داوونه، بالاخره حتما جاد ورگ رفتی. نه هنوز وارد نشده به اون صورت به قوانی. البته این بازی که ما داریم الان انجام میدیم خیلی از خود شطرنج بهتره. خیلی خوب بازی کنیم. منم برو تو سرباز بدیم. سرباز بدیم. بک نه بخور، نه بخور. خب اگه اینجوری باشه که منم بلدم شطرنج بازی کنم. خوبی این بازی این بید که تا 40 نفر را داشته بید. نه کجا رو میزنی شما؟ سلام 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 تغرا جانم نیستی بابا، میخوایم بشینیم دوتا بحث با هم بکنیم. نیستی اصلا. با کل تمستیم هستیم، چرا نیستیم؟ اون زیر میرانه نگاه کنیم برای میبینیم بابا. آقا من آمدم که این کفشای اسکی تو را قرض بگیرم بابا. آقا شما میخوای بین اسکی شما؟ مگه بلدین؟ بله من با بابای تینا قرار دارم که با خود تینا اینا بریم اسکی بکنیم. من با تینا پروازم یاد میگیرم. اسکی دو سهلا. بله بسیار خوب. خب سفر تو تا میخوای برو کفشای اسکی بیارم، من برم برای آقا. گیسان چه نمچه رنگ کردی؟ رنگ کردی؟ بچه ها من مشکی کردم به من میایا. مهتاب جون دروغ گفتم، باور کن ماشو رنگ نکرده. دروغ گفتم دیگه. بابا اتفاق وحشتناکی نیفتاده، یه ذره موهاش تیره تر شده همین. یاسم بابا واقعا چی شد؟ بیشانی خانوم. ای قلبم من چینای هلوفتو اگه فر نبکشتم. باز تو این جمله رو گفتی؟ شادی دیگه نشنوم تو این خونه این کلمه رو به کار ببری. غلط نکرد دیگه، بر نگو. خب بیا مهتاجم بیا یه هلوف این دیگه چیه؟ آب نمک مرده خانوم. من به تو گفتم آب غم بیار، آب نمک چی رفتی آوردی؟ آقا میده غنغن شکرم تمام شده و من نمک ریختم. یاسمن باور کن تو شاهکار خلقتی نیست لنگت. مردم طغرل. سلام علیکم. سلام علیکم. هیچی خوب هستم فرهاد جان؟ من جلو آینه بیدم بابا، متوجه شدم که ابروهای من خیلی پر پشتا. جای سراغ نداری اینا رو برای من یک ذره کم پشتر بکنه؟ نه طغرل جان من شرمنده. بله کار ببرم پیش سفر اون بلده. خدا حفظ. من
بابا مردم دارن نگاه میکنن. خب این کارا چیه؟ خب ببخشید. آه یه لیوان آب قند بیار. نشست باز. قند توی کابینت ما هست. آب نه اون نیاره. اون نه. با فیل الان بزنم فیلتو بکشم با سرباز. با سرباز بزنم فیلتو بکشم. با سرباز الان بزنم فیلتو بکشم. با سرباز. سرباز. با سرباز. بزن سرباز زدم. برم پیلو خانم. موش مشکی شده بیدا تغرو. یه چیزی میخواستم بهت بگن تغرو. بفرمایید خواهش میکنم. بیله تو همرات نیار. بله. بیله تو همرات نیار. جلسه نقد فیلم بدون بیل. بله. مگه فرقی میکنه؟ ببین اصلا از این بعد فرقی نمیکنه که کجا میخوایم بریم. دوست ندارم دیگه این بیلو همرات بیاری. خانم فرمایشی میکنید؟ آقای طغرل بدون بیلشون که دیگه طغرل نیستن. همین که گفتم. آقا سپر الان بگوام به این الان همچین بزنه با بیل دو تیکش بکنه. نه سفر جان بابا این از من تحویل بگیر بابا. بذار یه گوشه دیگه این بیل به درد طغرل نمیخوره بابا. بفرم داوود من الان میرم دخترم رو میکشمش. بابا ول بکن آقا سفر. آقا سفر ول بکن. تموم شد رفت به کارش. تموم شد رفت به کارش. ول بکن این بیلم ول کن بره به کارش آقا. معذرت بخیر معذرت. بیل بخور برش از با. مامان یا سفر بیا ببین فایز ببینی بخور برم. آخه این کار درستی نیست تینا خانم. آخه من چجوری به اینا بگم؟ آخه تینا این سفر و مهتاب من بزرگ کردم. اینا به جان من بسته هستن. من معلومه که به تو علاقه دارم. ببین تینا خانم از من نخواه که انتخاب کنم. بله که من به شما علاقه مگم میشم که این چیزی به من اصلا چشم با دیگه تکرار نمی کنم. دیگه تکرار نمیشم. من امشب همین کارم میکنم. امشب این کارم بکنم من تینا. نمیشه یک روز دیگه. چشم باش همین امشب انجام میدم. خدا حافظ. دیگه چاره ای هم نداریم. طغرل باید همین جوری که هست آقا قبول کرد. این طغرل اصلا اون طغرلی نیست که من یکی میشناختمش. بابا اینو طلسمش کردن. طغرل کسی بود که سر من و سپر داد بزنه. آسمون که حالا به زمین نیومده. شام چی داریم؟ من که اصلا اشتها ندارم. تشکر میکنم من. بله بچه هستی؟ بله من میخواستم یک مطلبی رو بگم. خب بیا تو؟ نمیشه از هم بیرون بگم؟ بابا طغرل جان خب بیا تو دیگه از پشت در که نمیشه که. بیا تو؟ باشه. اومدم بگم که بابای تینا خانم دارن یواش یواش تشریف میارن. آماده باشید بابا. سلام علیکم. طغرل ببخشید و جسارت شما پیرانتون رو عوض کردین نه؟ بله. یاسمن خنگ بانو من
خوش رسید. بفرمایید میوه. خوش آمدین. بله. خواهش میکنم. متشکرم. پرتغال باید. بله. فنال نه خیلی. پرتغال باید. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. بله. ما به سیبیل شما هست. ببخشید مخلص شما هستیم. معذرت میخوام، شما خیلی شبیه یکی از همکارای بنده در اداره هستید. صداشو در نیار بابا، من همونم. اینا نتونستن بازیگر مهمان پیدا کنن، به من گفتن نقش پدر تینا رو بازی کن. صداشو در نیار دیگه. عجب. بله بله. من با تینا و داماد عزیزم توقی خیلی صحبت کردیم. بله بله. توقی؟ خودتون میدونید که شرط ازدواج به این سادگی ها نیست، خصوصا موزل مسکن باعث شده که سن ازدواج بره بالاتر. بله. پدر جان برین سر اصل مطلب. ببینین ما اومدیم تکلیف دودانگ خونمون رو روشن کنیم. بله؟ اگر میخواین این دودونگو خودتون برداری، ما با اتون کنار میاییم. متری 1,100,000 چون شما هستید. متری 1,100,000؟ بله آقا، شما نمیدونید این ملک چقدر مرغوبه. چه بری داره؟ سکله با سفاز برق. شما داری در مورد خونه ما حرف میزنی آقا جون؟ مثل اینکه ببخشید، خونه شما نه، شما فقط در مورد 4 دنگ این خونه میتونین حرف بزنید. ای ای تخرو یه چیزی بهش بگو. این کارها در واقع احترام به سنت کهن مهریه است. اون روز که تشریف آوردید منزل ما خواستگاری دربارش صحبت کردیم. پدر اجازه بدین من صحبت کنم، شما یه مقدار رو درواسی داری. بله مشخصه. بله. شما 3 راه دارید. راه اول اینه که دودونگ رو به قیمتی که ما تعیین کردیم شما بخرین. راه دوم اینه که اجاره بهای این دودونگ رو بدین تا ما دودونگ خودمون رو تفکیک کنیم بفروشیم. این واقعا شرم‌آوره. در ضمن این 2 راه بید، 3 راه نبید و گفتید. بله این 2 راه بود. راه سوم اینه که میدم از این خونه بندازنتون بیرون. فکر کن. حالا دیگه امتحانش ضرر نداره. این حرف آخر بود. طغرل بگو که اینا حرفای تو نیست. بگو که تو با این دوتا نیستی. متوجه شدین خانوم که طغرل با ماست؟ واه 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 واه، همه اینا تقصیر توی خانوم. تو طغرل رو جادوش کردی. من تاب خانوم صدات روی زن من بلند نشه. مهتاب خانوم خیت شدی دختره دراز کتی کله. معذرت میخوام تینا خانم، شما چی گفتین؟ هیچی، گفتم کتی کله. شما به مهتاب گفتی؟ کتی کله گفتی به مهتاب؟ بله. چطور؟ سپر جان بابا، اون بیل منو بیار بابا. بیل پایین بود. بیل، بیلو لطفا بیاریم. بیل، بیل دورالو بیاریم. بود بیا. دست به دست بدینیم. ببخشین آقای پدرتین، آنچه دست به دست بیلو بدیم بره. توقی؟ به شما گفته بودم دوست ندارم دیگه به بیل دست بزنی. کجا بودی عشق من؟ اینه میشه یک چند لحظه شما نگه دار بابا. بری کلا. صافه قربان؟ بله بله. اون بیلم مرحمت بفرمایی. متشکرم. چیکار خود بکنم؟ طغرل وارد می شود.
مرتی که شیرمایی کودن آخه خوب بزه دیده فردا میرم ماشینم میفروشم کلیم هم پس میگیرم حال شما خوبه؟ الان منظورت چیه؟ میخوام یک ذره همچین با بیل صفا بدم به این مجلس یعنی به کیا؟ به شما دوتا دیگه کتاکلا و چکش فرنگی میخوام همچین درست حسابی بیل مالتون کنم خیلی وقتا بیل نزدم به شما استخونام زرد گرفتم شما بزن مراسم عقد به جا بیارم کار خودم بیت عرض به حضورتون جناب آقای مهندس فرهاد برره رو به عقد دائم خانم شیلا برره سفلا در بیارم آماده هستید با دست نگه دارید فکرشو نمی کردی نه؟ اینا کیان فرهاد؟ من نمیدونم فرهاد نگو که منو نمیشناسی منم مهتاب زحمت نکش مهتاب فکر میکنم اون مخاطر ضربتی که خوردم دچار فراموشی مطلق شده آه نه زود باشید از اینجا برید شما نبتونید یه ازدواجه به هم بزنید اگر نرید همه اگو هم همه الان حسابتونو برسن ای مرد بدزاد به سزای اعمال پلیدت خواهی رسید تقرال آماده ای؟ آره سپر خانم آماده استم شادی خانم خیلی ببخشید میشه به من بگین اینجا چه خبره؟ یعنی تو از اولش نفهمیدی که اینجا چه خبره؟ نه خیر نه یعنی میدونی من اولش فهمیدم ولی بعدش یادم رفت میدونی چی یاسمن؟ من به تو نمیگم تا تو خمارش بمونی قبل اینکه حسابتونو برسم بگویید چجرکیتون حسابیدید خودتون نجات دادید من کمکشن کردم بوا تو به چه جرأتی همچه غلطی کردی؟ اینا دوستای من بیدن من اونا رو تنها نبذارم خیلی خوب همه الان بلند میشی میای این ور اگر نه هرچی دیده بیدی از چش خودت دیده بیدی اسم منو هر رو خودت ور مداری فهمیدی؟ من پشت رفیقامو خالی نبکنم خیلی خوب پشت دوستاتو خالی نبکن حمله کنید چارمنگا سپه چوبو وزیتی بگیر داوود واه
مهتاب تو برو سراغ فرهاد. من یادش نمیاد. وای چرا مهتاب تو برو سراغ فرهاد اون دو بیاد. فرهاد شما کی هستید خانم جوان؟ من مهتابم فرهاد همسرت. بله؟ چی بگوه؟ خانم عزیز فرهاد با ضربه ای که تو سرش خورده تمام گذشتش رو از یاد برده. من همسرش مهتابم. ما تو این خونه زندگی می کردیم. یادت فرهاد؟ دروغ نگو خانم این حرفا چیه می زنی؟ نه صبر بکن فرهاد. این چشا نبتونن به من دروغ وگوان. من بهتون ثابت میکنم. مهتاب فرهاد من میفهمم بچه ها. امیدوارم با هم خوشبخت باشید. من بازی بخوردم ولی الان میرم انتقاممو از اون وای نامرد داونم وگیرم. خانم عزیز بهتون آسیبی نرسونم. خیالتون راحت باشه. من تو پایین برره استاد دفاع شخصی بیدم. وان هشت. بعد اینجا که میرسیم بابای فرهاد میرسه. یه دونه از اون سرفای اساسی. چی صبر کنم اینا؟ بابای فرهاد میرسه؟ آره دیگه آخرش دوئل دوتا باباست. چی واسه خودت مینویسی؟ بابای فرهاد من چیکارش کنم؟ امکان نداره که. نمیشه. چرا امکان نداره؟ آقا جان پخش برنامه این برنامه پخش فردا شبمونه. ما تا بیام گریم باباها بشیم که شب شده که. نمیشه واسه خسته لازمه اینجا باید بفهم همش در سر بابای داوود بوده. طبیعیه دیگه بابای فرهاد میاد حالشو میگیره. چی طبیعیه؟ طبیعیه؟ خب آره طبیعی نیست. ما میخوای روز پخش بشیم. میخوای برسیم به روز روز پخش بشیم. خب بابا منطق داستان اینجوریه دیگه. اذیت میکنی مهراد. نمیرسیم دیره. برو اینو حذفش کن. بابای فرهاد حذفش کن. روز پخش میشیم ما. خدا همه داستان میریزه به هم. نمیریزه. برو درستش. تو میتونی درستش کنی. پیمان کجاست؟ چه میدونم. یه روز کارش دارم اونم معلوم کجا رفت. خب زنگ بزن بیاد کمکت کنه. دیگه فیلم هندی شد رفت دیگه. ها همجوری شده انقدر افتضاح بازی میکنین. فیلم هندی هست. دیگه فیلم هندی شد. به این هنرپیشه یه چیز فکر کردی؟ نقش شیلا چجوری باید باشه؟ کی باید باشه؟ آره شادی گفته رفیق فابریکش خانم فقیه نصیری زنگ بزنه سه سوت میاد. کنوم خانم فقیه نصیری؟ آتنه فقیه نصیری دیگه. خانم آتنه فقیه نصیری این دوست ولد بگیه. آره. گفته زنگ بزنه بیاد. خب زنگ بزنه بیاد. میگم بشه. میگم خانم آتنه بگین زنگ بزنه که شادی زنگ بزنه خانم فقیه نصیری بیاد. خراب میشه به خدا. 5 تا سکانس دیگه بهت رسیدیم. کارتو بکن. میرسم. 5 دقیقه تمومش میکنم. این چیه؟ حیات نمیتونیم بگیریم. چرا بابا؟ حیات نمیتونم بزن داری. حیات نمیتونم بگیرم. همه رو بنویس بیار داخل. حیات نمیتونم بگیرم. نمیتونم. حیاتاشو حذف کن. سرد بیرون. میشیم چی؟ روز پخش. حالا بهش بگن نمیفهمه. حیاتاشو حذف کن. حیاتشو حذف کن. سه ساعت دو ساعت دیگه هم نور میره. حیاتشو حذف کن. باباهاش هم حذف کن. خراب میشه همه چی. به زود باش. میتونی تو. تو میتونی. ببین آخرش دوئل پدرها بود. این همه رو حذف کرد. عزیز من حالا که وارد بازار کار حرفه شدی اینو گوش کن. تو کار ما کارگردان یعنی رئیس. فیلم نامه نویس موظف حرفشو گوش کنه. حالی شد؟ قصه داره خراب میشه. گفت و قصه. خب کار طول میکشه دیگه. روز پخش میشیم ها. خیلی خوب. بعدم راست میگه مردم یخ میکنن. الان چه وقت حیات نوشتن آخه؟ تو یه سر نمیای اینجا خودت؟ من منتظر لوله کشم. بیاد بره اومدم. بیا زودتر جان من گیر دارم آخرشو. برو بنویس یه ساعت دیگه اونجا. برو. خیلی خوب. زود بیا ها. قربانت.
فکرشو نمی کردی نه؟ سعید خیانتکار، پس همه اینا زیر سر تو بود ها؟ اون مدقوب پک از خودش اختیاری نداره، همش زیر سر اون انسان دو بره رای که اینا هیپنوتیزم کرده. شادی خانوم، ببخشید میشه به من بگی اینجا چه خبره؟ وای، یاسمن، چرا آیکی به تو اندازه یه دونه مرغه؟ جفتی؟ مرغ! قضیه اینجوری که بابای هیپنوتیزم شده، هیپنوتیزمش کرده حسام دوباره، بعدم فرستادتش اینجا، حالا اومده انتقام بگیره. خب من اون هیپنوتیزمش خوبه، در مورد اون بزن بزنش مذر شک دارم. چرا بزن بزن که خوبه همیشه که؟ نه، این شبکه فکر کنم با بزن بزن و خشونت و اینا مشکل داره. بابا اینا صبح تا شب بزن بزن دارن نمیذارن تو این برنامه، نمیذارن. حالا بنویس الان دیره. چه بعدش؟ هیچی دیگه، بعد داوود میاد همون دیالوگا رو میگه. آخرش هم که چیزه؟ سعید، سعید، بله. تو نباید بمیری، تو نباید بمیری سعید. چی مگه من قراره بمیرم؟ سعید، همچنین یه زخم کاری خورده بدی که همه درودت وزد بیرون. نگاه بکن، نگاه بکن. من دارم میمیرم، من دارم میمیرم. بذارید این دماغ یه اعترافی بکنم. این حسام دو برریه بدجنس منو هیپنوتیزم کرد. ما خودمون همه چیزا میدونیم. تو این لحظه باید میزنی تو ذوقش. چی میگی؟ حسام دو برریه قصد داره. ببخشید، حسام دو برریه. خیلی معذرت میخوام، حسام دو برریه قصد داره این خونه رو از چنگ شما در بیاره، ولی من اجازه نمیدم. باش مبارزه میکنم. تو اگه خیلی زرنگ بیدی زنده ومون، مبارزه پیشکشت وبی.
به ما بگو حسام دوبرریه الان کجاست؟ اون پایگاهش عوض کرده، اون الان تو خیابون چی سعید؟ حرف بزن دیگه. سعید خیابونه مرد. سعید خیابونه چی سعید؟ اون خیابونه تای کردستان هست. تای کردستان یه میدونی هست. اون خیابونه میدون گلها؟ نه بابا، سمت چپ یه خیابونه کجکی هست، میریم اون تو، اونجاست. اون که میخوره به خیابونه سلماس؟ نه اون، نه اون که اون یکیه، یه خیابونه دیگه هست سمت راست که از وسطش ورود ممنوع میشه، اونه خیابون میرداماد. ببخشید شیلا، تو خواهر گم شده منی. سالها پیش من تو رو گم کرده بودم. از کجا فهمیدی؟ نگاه کن این خاله، ببین. آه این سعید برادر من، نمیر برادر. تو این الان خط بکش. نمیخوام، همه رو میخوام. صبر کن بابا، این دوتا رو حذف کن اصلا. حذف همه رو؟ به سلام. سلام علیکم. سلام، حال شما خوب هستین آقای مدیری؟ خسته نباشین. واقعا تبریک میگم، کارتون خیلی قشنگه، خیلی عالیه. من که همیشه نگاه میکنم کارتونو، اصلا توی طنز یه کار جدیدی شده. من که هر وقت وقت بکنم حتما نگاه میکنم. خیلی تبریک میگم بهتون آقای مدیری. قربان شما، خیلی خوشحال شدم امروز دارم میام سر صحنتون، بچه ها رو میبینم. خواهش میکنم. شما خوب مشغول کارین الان؟ بله بله، سر کار هستم. خیلی ممنون. من وقتتون رو خیلی نمیگیرم. خواهش میکنم. راستش ما فکر مهراب یکی از نویسنده های بله. خوشبختم. خیلی کارتون قشنگه آقای قاسم خانی. خیلی ممنون. یکی از نویسنده های برنامه مونه، بعد گفتیم یه دعوتی کنیم از شما تو یکی از این قسمت هامون. یه نقش خیلی خاص داشتیم که می‌خواستیم از هنرپیش حرفه‌ای استفاده کنیم دیگه، بعد شما به ذهنمون اومدید، گفتیم اگه بشه که مثلا متن رو بدیم بهتون بخونید. آها توی یعنی همین کار پاورچین دیگه. بله پاورچین. البته کار شما واقعا قشنگه، واقعا خوبه، ولی آقای مدیری آخه من میدونین که من اصلا تو کار هر شب که کار نمی کنم، یعنی تا حالا این کار نکردم. بعد یه وقت خدایی نکرده فکر نکنی من منظورم به کار شماست. نه کار شما خیلی عالیه، ولی واقعیتشو بخواین آخه میدونین توی خب کار ما به هر حال یه مناسباتی هستش. من چجوری بگم؟ میدونم بله حتما. نه اصلا قلمی که ایشون دارن، بله من کار شما رو دیدم، ولی خب من الان سر کار سینمایی هستم، بعد دو تا کار دیگه هم پیشنهاد شده بهم، بعد میترسم دیگه بهم کار ندن. خودتون میدونین که یعنی واسه وجهه کاریم کلا خوب نیست دیگه، میدونین. البته کار شما واقعا عالیه، من که خودم خیلی میخندم کار شما رو میبینم، خیلی خوبه، خیلی جدیده. گفتیم مثلا یه قسمه، حالا من خود دانید خیلی چیز نمی کنم، من اصرار نمی کنم هر جو که مایل هستم. یه وقت خدایی نکرده شما ناراحت. نه نه بابا، نه خواهش میکنم. میدونین که کار ما رو خودتون بهتر خبر داریم، فرق میکنه. به حال همه که زیارتتون کردیم خوشحال شدیم. منم خیلی خوشحال شدم. انشالله من در کارهای بعدی حتما در خدمتتون خواهم بود. حالا دیگه کم سعادتی من بوده. آقای مدیر من خیلی خوشحالم امروز اومدم سر صحنه. بقیه بازیگرام هستن؟ بقیه پسن پراکندن. ببخشید، یه خواهشی داشتم ازتون. من دوربین آوردم، بعد
اگه بشه یه عکس دست جمعی با بچه ها، چون به خانوادم گفتم میام اینجا، خیلی دلشون میخواست که عکس شما و بچه ها رو ببینن اگه ممکنه. خواهش میکنم بفرمایید. من میگم بچه ها بیان. نه خواهش میکنم بفرمایید. سلام آقا مهراب. سلام، چطور نستی؟ خوبی آقا مهراب؟ قربونت برم. خوبی؟ چیزی نمیخوای؟ نه نه مرسی، بدارم مینویسم. نکندش الان، خود تمیز نکن یه دقیقه. چای چی؟ نه نمیخورم، چای نمیخورم. عمرو جدیدش رو شنیدی؟ ببین من تو باغا نیستم، باور کن. بنویسم. اوه سلطانه، با موتور میاد روی صحنه. دارم مینویسم. اصلا اشتبلار درمش. آقای یاسر خان. بله آقا بای. رو مخ نویسنده ندار، خودو کارت داره. بوده برو کارت برس. بوده بابا جون. بوده باری کرده. مهران. جانم. مهران گفت اون خانومه رو نمیتونیم بگیریم، بازیگرش پیدا نکرد. آره دیگه اینجوری. میکشمت ولی بعد حذفش کنه. جونه بعید، من چی کار؟ باور کن میکشمت. بابا من چی کار کنم؟ نه نکنه. حالا بگو درستش میکنم. بگو بچه های صحنه بذاره. او سیاه لشکر بیاره. تلفن رو باید حذف کنه که. گفت عوض کنه. موبایل بده، گوشی رو بده من. این هر ماه من باید پول بدم، من نمیدونم. بگو از هر چی میخواد استفاده بکنه. قفلشو برات وا کنم. مهراب رسیدیم. بگو درستش میکنم. من عمرم نست. الو پیمان. الو پیمان، این داره زنه رو حذف میکنه. زنه چیه؟ اصلا قصه چیه؟ نه خب نمیرسم الان که توضیح بدم. نمیای اینجا تو؟ من گرفتارم بابا، گفتم تعمیرکار دارم. خب حذف میکنه، خراب میکنه همه رو. خب چیه آخه؟ من اصلا نمیدونم چی کار بکنم حذف نکنه. نمیدونم، دیالوگاشو بده کس دیگه. اصلا دیالوگ واسش نذار. خب ردیفش کنم، تو زودتر بیا فقط. ببین این تعمیرکارا بذار بره، ببین یک وضع خرابی داریم، کف وانمونم ترکیده. ببین گیر دادی وحید رو مخ من. خیلی خب بابا بیا تو فقط. خداحافظ. جلوتر. فکرشو نمی کردی بابای داوود؟ نه اینا کیان؟ من نمیدونم جان من، حذفش نکن، ریز به هم همه داستان. حذف کن اینا. نمیشه. خب چی نمیشه؟ چی میشه مثلا؟ نمیشه، داستان خراب میشه، همش میریزه به هم. من تو این وقت کم چجوری بازیگر بیارم؟ من بازیگر الان نمیتونم بیارم. هر کی باشه اشکال نداره، اصلا دیالوگ نمینویسم واسش. مگه میشه دیالوگ ننویسی؟ کل دیالوگ مال شیلاست. این که میاد شیلا رو بازی میکنه، کل دیالوگ مال اونه. نمیذارم دیالوگ واسش، کورت میکنم واسه بقیه دیالوگ. باز میگه نمیشه دیالوگا همش مال شیلای. کاریش بکن اینا رو. میدم بقیه دیالوگاشو دیگه. بنویس دیره. این دراز کوباز. وحید. خانم عزیز، فرهاد از وقتی که ضربه‌ای بر سرش خورده، حافظه اش را از دست داده است. من همسرش هستم. این حرفا چیه میزنید خانم؟ اه؟ شمایی دیگه. ایشون میگن که از این چشما، این چشمایی که من میبینم، نوتونن دروغ وگوان. خط نزن مهران، خط نزن، بیچارم کرد. نکن. خب حالا این دیالوگا شما بگیم، بعدش چی؟ همه رو بزنه به جنگه و از این کارا فقط دیگه. نه اونو فکرش کردم، آخرش می‌نویسم دختره میشه چی؟ دختر واقعی نبوده اصلا. خب یه آدم آهنی بوده، حسام دو بره ساخته بوده. خب بعد میادش، بعد فرهاد اونو میکشه. خب. یعنی اون میخواد فرهاد بکشه، فرهاد آب میرزه روش، دختره دود میکنه. آخرش یعنی؟ آره آخرش. خیلی خوب، با مزه است. خط نزن فقط. وحید. بله آقا. یکی از خانمای گروه رو بفرست گیریم. چشم. فرق نمیکنه کی باشه. هر کدوم بودن برن گیریم سری. چشم. بودو. داریم بهت میرسیم، یالا. عمرن. خود کارم بده. مهراب ببخشید سر نهارم هستی. ببین چون که ببین یه دو دقیقه وقت تو بگیرم. عمرم وقتم ندارم. مهراب ببین چیزه این چی عمدن باید بعد بازی کنیم؟ یعنی چی؟ این سیستمه؟ من نمیفهمم یعنی چی؟ نه دیگه، این فیلم هندی ها.
بعد بازی میکنی همدن اقراق شده بازی میکنی زوم میکنی دوریم تو چش چاله تا اینا دیگه باحال بامزه میشه دیگه. نه خب من نمیفهم من یعنی چی عمدن بعد بازی کردن. من عمدن آدم بعد بازی کنه مگه من میدونی نه این چیزه. نه بگو چی میخواستی بگی. عمدن بعد بازی کنم. نه من مثلا این جمله رو چجوری بگم فکرشو نمیکردی بابای داوه. نه اینو مثلا بعد بعد بازی کنم من. آره دیگه با نمک نمیشه؟ با نمک نمیشه اینجوری؟ بعد بازی کردن که مرا با نمک نمیشه. اصلا تو برو ببین تو کدوم تئاتر اینجوری بازی میکنم. بعد من آبرو دارم مرا. اصلا یعنی چی؟ یعنی یه حالتی باشه به هر حال تو میتونی. تو فکر منم باش؟ میدونم. این کارو برای من بکن. یکم درسته. نه اینو ازت میخوام. نه باشه. ببین. نه من منو ببین. داری نارم منو نگاه کن. درستش میکنم دیگه. درستش نمیخوری تو؟ آقای قاسم خانی شما از این قیمه میخوری؟ نخورم. اینقدر روش روغنه بچه ها الان من دستمال کاغذی گذاشتم با دستمال کاغذی روغنه روش رو جمع کردن. یه هرچقدر اینطوری ریختن نتونستن دیگه روغن جمع کنن. بعد ما الان لیست کردم بچه ها رو غذا میزنم از بیرون غذا بیارن. من اشتها ندارم. ببین نا که الان پاستا و استیک و سالاد و نون سیردار گرفتیم. میخوای بگم برات بیارم؟ نوشابه میخوام. مینویسم. برو جلوتر. فکرشو نمیکردی بابای داوود نه؟ سعید باید حدس میزدیم ما. اون مقصر نیسته. اون توسط حسام دوی بره را هیپنوتیزم شده. ای خبیث پس تمام اینا زیر سر تو بوده ها؟ خیلی خبیث هست. من نمیگم. نه من نمیگم. نه شقایی؟ نه خانم بگیم با. نه چرا؟ چی شده مگه؟ ببینی من فکر میکنم یاسمن قبلا یه خورده چیز بود فقط یکم یه شخصیتی بود که ساده بوده یه چیزایی متوجه نمیشد ولی الان هرچی داره پیش میره یواش یواش اصلا خیلی خیلی دیگه داره خنگ میشه. آقای خب قاسم خانی بامزست که خب باورم به نظر شما این بامزه است. مثلا نمیدونم شما تو خیابون مثلا رچین بهتون بگن یاسمن خنگ بانو شما خودتون خوشتون میاد فکرشو نمیکردی بابای داوود نه؟ اما اون پدر داوود نیست آقا سپر. آقا سعید برگردین. شما از کجا فهمیدید یاسمن خانم؟ فهمیدنش زیاد مشکل نبود آقا سعید. فقط کافی بود بقیه کم بیشتر فکر کنن. ای وا یاسمن تو چقدر باهوش هستی. خیلی ممنون متشکرم. ببخشید. وای یاسمن تو فوق‌العاده یاسمن. ما همگی به تو افتخار می‌کنیم. تا یادم نرفته بگم در ضمن این آقا سعید هیچ تسلطی رو خودشون ندارن چون توسط دو برره هیپنوتیزم شدند. حسام دو برره شما رو میگه. چیه؟ طرح جدیدی یه ماشینه خودم طرحش کردم. قشنگ نه آقا مهراب؟ نه قشنگ نیست. میخوام بفرستمش کارخونه استخدامم کنه. نمی کنم بذار دارم می نویسم گردم از خواننده میشم آقا مهدا.
اینو شنیدی آقا مهران؟ خواننده میشم. باشه یاسو جان برو. راستی یه آلبوم جدید گرفتن انقدر جالبه. آبا شبانچ گله شبانچ قربه تو عبدالی. آقا عبدالی بپرم بیرون. آقا عبدالی برو بیرون، برو به کارت. از این رفتاره پشمون میشه وقتی برو آقا بیرون. کشت منه کشت منه. آره تو تحریم پاورچی ندادن همه ترکی داده. این دوستان رو بردن دادن. خیلی خوب. این چیکارش کنم؟ بخونید ببین چی میشه دیگه. کارو میتونید بکنی؟ بابا همه دارن تر میدن. همین ناصر یه کلمه تر این به من داده فقط. یه تر خوبم دارم واسه. تر؟ بذار اینا رو بخونم. خب اون خیلی خوبه. بنویسم الان اینو بنویسم بعد اینو میخونم. بابا تو برای میاد از دیه بلند میشه میاد با یه خر سفید داخل شهر. خیلی چیز قشنگی ها. بنویسم میام صحبت میکنیم با بگم با تو بقیه شو. بنویسم میام صحبت میکنیم دیگه. این همه شما رد میکنین یکیش هم. نه اینا رو بخونم صحبت میکنیم. با ما هم کاریم. اصلا من الان نمیخوام. قربون تو برم هفته به هفته. پشو بریم مهران کارت بره. بذار اینو بنویسم. بیا بریم مهران کارت بره. وحید بذار اینو بنویسم. برنامه امشب بریم. بریم کارت بره بسه. مهراب بیا دیگه بابا. اومدم جان. بله. الان از شبکه زنگ زدن. خب گفتن بزن بزن نداشته باشه. سکانس های درگیری و بزن بزن همه رو حذف کن. نداشته باشه مثلا جزء قصه است. آخه بزن بزن داره قصه شو. حالا من چیکار کنم؟ حالا جزء قصه است. حالا کو حالا جزء قصه است. با دو تا دوربین بعدم تو حیات هوام سرده. بچه‌هام که کسی رو نداریم. 7-8 تا بچه تدارکاتن گذاشتیم. همدیگر رو بزنن که همه همه میخندن که وسط سکانس موقع زد و خورد. چی حالا من با دو تا دوربین و این وضعیت میخوایی مثلا صحنه‌های گلادیاتور رو بسازم برات؟ نه خب آخه خراب میشه. حذفش کن آقا جان. میتونی تو میتونی حذفش کن برو. خوشو بود. بله میتونی. داریم بهت میرسیم مهراب. بدو مهراب وقت نداری. وحید بگو بریم ضبط. الو الو پیما مهرابم مهرابم کجایی؟ ببین من توی متن گیر کردم. نه دو سه تا سکانسشو دارم بعدیا راه نمیده اصلا. میای الان شهر بازی رفتی چی کار؟ خب یه روز دیگه پریه رو بر متن مونده مال امشبه. بابا اینا گیر دادن. خب بیا سرپرستی. خب عبه میری بابا. فکرشو نمی کردی بابای داوود؟ نه اما اون پدر داوود نیست. درسته میگه آقا سعید؟ چرا؟ اوه از کجا فهمیدی آسمان خانم؟ فهمیدن زیاد سخت نبود. یه فقط یه کمی فکر میکردم بیشتر. وای یاسمن تو چقدر باهوشی. در ضمن ایشون هیپنوتیزم هم شدن توسط اون حسام دیو بلریه. وای یاسمن من دیالوگ دارم. ببخشید تو فوق العاده ای. ما به تو افتخار میکنیم. خیلی ممنون. خیلی متشکرم قربونت. دستتون رو بزنید رو سرتون تکون نخورید. بس فرهاد حالا نوبت توه. از جا تکون نخور. نه نه به زن من کاری نداشته باش. زن تو؟ اون یه روبوته. اون زن تو نیست.
اون یه روبوته، اون یه آدم آهنی، تو گول خوردی بدبخت. زن تو مهتابه. ای هوار، مهتاب کیه دیگه؟ کدوم؟ فرهاد. مدرگه، من حافظه‌مو به دست آوردم. مهتاب، این توی؟ تکون نخور، از جا تکون نخور، از جا تکون نخور. با اون کاری نداشته. اونو نکش. اون نکش. بیا یکی به دادمون برسه. بلم کن پس میترم، من باید اونو بکشم. بلم کن، من نبذارم آقا فرهاد بکشی. بلم کن آقا دامون. بالاخره تیر در بکرد، تیر در بکرد، تیر در بکرد. حقت بین، حقت بین. ببخشید آقای قاسم خانی، میخواستم بگم یه کلام دیگه واسه من دیالوگ ننویسین، خواهش میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه این خانم ولد بیگی رفتن از همه سفارش غذا گرفتن، انگار نه انگار که من اینجا آدمم. من حالا مجبورم قیمه افتضاح رو بخورم. برای من با شادی دیالوگ بنویسین، من یکی که نمیگم، حالا دیگه نمیدونم. چشم بکنم، یه کاری میکنم، نداشته باشیم با هم دیالوگ. نه یه کاری نه حتما. بهراب داریم میرسیم به هد آبا، بجم دیگه. خیلی خوب. اوضاع خوبه؟ بعد نوشتم تمام شد. آخرش سعید میمیره تو این؟ آره دیگه، میمیره دیگه. نمیره. اه. از شبکه زنگ زدن گفتن نمیره. خب میمیره خب قصه. باز میگه قصه، میمیره خب قصه. چیکار کنم؟ اصلا واسه چی مکار طنز نیست؟ برای چی آخرش میمیره یارو؟ تو کار طنز برای چی یارو؟ درسته دیگه. عوض کن، تاش رو نگاه کن. ببین عزیزم، تو میتونم. میتونی؟ من میتونم. برو ببینم چی کار میکنی. بدون سرپرستم میتونی کار کنی، برو کار بکن. مهراب جونم، مهراب جونم، شاکی نشی. یه چیزی الان یادم افتاد. بگو. سپر اجرای تئاتر داره. خب بعد سپر رو یعنی نداریم، سیامک رو نداریم، بعدم سعید هم معده‌اش درد گرفته، گردنش بیمارسته. من چی کار کنم بابا؟ من چه ربطی دارم؟ حتی فکرش هم نمیتونستی بکنی پدر داوود. اما اون پدر داوود نیست، درست میگم شادی خانوم؟ امالت امروز نهار قیمه چرب و چیل داده بیدن، من اختار کرده بودم نده بیدن، من همین همه تونو کشته بیدم. اینو نگیرین، اینا رو من ننوشتم. غلطه اینا. نگران نباش، سرپرستت اومده. سرپرست نویسندگان از خودش بپرس. این دیالوگا رو من نوشتم مهراب، تو میتونی بری با خیال راحت استراحت کنی. علی داره 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 واره واره علی داره 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 واره واره داره 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 داره. سیاه جون بگی ببر، حالش کن ببر، حالش کن ببر، حالش کن ببر. سیاه آیا داشت شلوغ نکنه؟ حالش بده دیگه، چیزی نداره. چی؟ نه یه دوست، نه یه دوست. چی میگه؟ چی میگی؟ حذف کردی کوی؟ چیه؟ چیو حذف کردی؟ چیو؟ آقا ببرنش بیرون. یا آبغن درست کن. علی آبغن درست کن. علی مهراب جون علی مهراب. جواب دیگه اون برشون نیاد. ببرش. بیا نکنه. بیا بیا. آقا بگو ماشینشو شو روشن کن آقا شو. ماشین روشن کن. گل بزنه. سیا بگو ماشینشو گل بزنه. آره واقعا بعدم اون کارم کنه. برو. مدیریکو.
مدیری هم میاد. آقای مدیری با شما کار دارم. نمیدونم. مهراب که مرد. بردنش. میگم کاری کنیم. الان اون سکانس آخر رو میخواییم، فینال رو تو که ته این قسمت بسته بشه. چرا کنیم؟ اما اصلا کل این داستان نفهمیدم چی شد نران جان. بچسبه به هم قشنگ میشه جواب. بچسبه به هم قشنگ. آقای پیمان قاسم خانی به نفس خون آخریه رو نیست. پیمان لولکش خونشه نمیتونه. آقای فصیحی اونم نیست. شیفتش نیست. برای اینکه قسمت به خوشحالی و خوبی و اینا تموم بشه دیگه میریم بالا مراسم براره اجرا میکنیم فینال بی خودی من جواب خوبه سیاه خوبه بی خودی همین خالی یعنی خالی آره براره با خوشحالی این قسمت باید تموم شه تاش میریم بالا مراسم براره اجرا میکنیم تموم شه بریم 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 دو ساعت دیگه قرار داری الان چرا میری شما نیم ساعت هم زودتر را بیافتی میرسی که اما با زودتر میرسم بهتره حتی اینکه استرس داشته باشم بعد اما بعد از فیلم یون میداد این هوا مخصوصا هوای فوق العاده دو نفره یا